ببینید، تنها چیزی که در ایران گرون نمیشه، ارزونترم شده، فراوونم پیدا میشه، مواد مخدر، از تریاک گرفته تا شیشه و هروئین و غیره. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از افزایش مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان و دانشجویان خبر داد و گفت مبحث وضعیت ناهنجاری ها هم از مصرف مواد مخدر در مدارس و دانشگاه ها در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار دارد. خب، یک نقل قول دیگه. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حسن لطفی نسبت به کاهش سن مصرف مواد مخدر به 11 سال و افزایش تمایل دانش آموزان به مصرف هشدار داد و گفت متاسفانه تاکنون راهکارهای مسئولان برای جلوگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به سمت مصرف مواد مخدر کارآمد نبوده و کاهش سن مصرف مواد مخدر نیز نشانه عدم موفقیت سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر است. در موضوع مواد مخدر برخورد قهری و پلیسی به هیچ وجه موفق نیست، بلکه باید به سمت ریشه‌کن کردن فقر اقتصادی و فرهنگی گام برداشت. در واقع ریشه تمامی آسیب‌های اجتماعی بیکاری است که باید به صورت ریشه‌ای رفع شود. بسیار دیده شده که دانش آموزی برای تأمین معیشت خانواده وارد گروه‌هایی می‌شود که به ناچار با معضل اعتیاد درگیر می‌شود. بچه مثل که می‌خواد مواد. سلام. داری جای آره؟ ها؟ جای آره؟ نام. چه خبری که چیه بریم یا نه؟ ها؟ چیه بریم یا نه؟ چیه؟ چای. شیشه؟ ها؟ های یا نه؟ چندی؟ یه گرم چندی؟ سی. سی هزار تومن ها؟ 25 تومن هست، چیه سی تومن دی؟ 25 دی؟ سری فقط سه بود. پخ میشم سون بیا سری، یه گرم سری، پای پیم سون بیا سری. یه گرم این؟ یه گرم؟ آره یه گرم بیان خوبه، جنسش خوبه؟ آره عالیه، خودم زرور نگیدم کرجه کرجه؟ آره دست درنک. بچه هایی که باید برن مدرسه طبق قانون اساسی آقایون اجباری و رایگان، اینا وارد بازار مواد فروشی میشن و متناسب با بالا رفتن آمار بیکاری و فقر، آمار معتاد و مواد فروشان بیشتر میشه. مقایسه کنین دیگه، امروز و مثلا با سال 1370 چند تا خانواده اطراف شما، چند تا خونه اطراف شما توشون معتاد پیدا شده تو این همین 10-15 سال گذشته معتاد شدن بچه هاشون، جوون هاشون، چه میدونم زناشون، شوهراشون. میدونین خودتون، یک بار دیگه هم گفتم، در روستاها و شهرکهایی هست که خودتون میدونین، منم به ظرف قاطع میدانم که حتی یک خانواده‌ای که توشون یک نفر معتاد نباشه وجود نداره. دیگه من اسم نمیارم برای اینکه آبروریزی نشه، شاید، چه میدونم، برای اون خانواده ها منظورمه یا برای اون روستاها و شهرها. باری سال 92 بود که رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد اعتیاد حداقل 10 میلیون نفر از مردم کشور را درگیر کرده است. اینو یک نماینده مجلس میگه. یعنی چی؟ یعنی حداقل 40 میلیون خانواده، اگر هر خانواده رو 4 نفر بگیریم نه بیشتر،
وقتی 10 میلیون نفر درگیر اعتیاد به مواد مخدرن، 37% معتادان کشور از اقشار تحصیل کرده هستند، 37%، 22% کل معتادان به مواد مخدر مدرک لیسانس به بالا دارند. از هر تقریبا 5 معتاد یه نفرشون مدرک لیسانس به بالا داره. این آمار رسمی کشوره. کجای دنیا میتونین چون این آماری پیدا کنین؟ مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور میگوید اگرچه بیکاری رابطه مستقیمی با اعتیاد دارد، اما زمانی که قیمت مواد مخدر پایین میآید، فروشندگان برای داشتن درآمد ثابت خود عده بیشتری را به دایره مصرف مواد میکشانند تا درآمدشان همچنان ثابت بماند. حالا به عمده فروشا و قاچاقچی‌های کلون خواهیم پرداخت، ولی همینایی که میخوان درآمدشون ثابت باشه فلان، این صحبت که میشه و البته بالایام همینطور. این خرده فروشا به اصطلاح چقدر درآمد دارن؟ درآمد این کار خوبه؟ چقدر؟ مثلا از نظر مالی؟ آره، برجی 7-8 میلیون داری؟ فقط خودم خیر از این که به زیر دستات و واسطه ها و به پاهات و اشقایی که میده و اگر اونا رو بذارم کنار 10-12 میلیون راحت. بله تازه من زیر دستی هم اصل صاحب جنس داره راحت روزی 3 میلیون میبره. اصل صاحب جنس کیه؟ روزی 3 جنس دست ما میده. اون دیگه, خودش میخره، اون خودش میخره زرچشمه است، میده دسته یه زیر دستی، اون زیر دستیش داره مای 15 تومن میبره، خودش مای 90 تومن میبره، ما هم داریم افش 10 تومن میبره. هرچی میاد پایین تر خوردتر میشه دیگه. هرچی میاد پایین تر سلسله مراتبه دیگه. حساب کن مثلا نظام چجوری میگن، اول تیمسار، پشبندش سرهنگ، پشبندش صدفانه، اینجوری درجه بندی میاد پایین. این مواد فروشی که میگه ماهی 7-8 میلیون تومن درآمد دارم و کسی که ازش میگیرم روزی 3 میلیون تومان درآمد داره، اینا جنسشون از کی میگیرن؟ اونا چقدر درآمد دارن؟ اصل منبع تولید و فروش تریاک افغانستانه که 90% تریاک دنیا رو تأمین میکنه. از افغانستان که چسبیده به ایران چجوری تریاک وارد ایران میشه که بعد بخشیش تو ایران تبدیل بشه به هروئین و شیشه و اینا؟ ادعی هستن که از رانت قدرت استفاده میکنن و از این حریم استفاده میکنن و مشکلاتی درست میکنن. شما فکر میکنید چرا مواد مخدر تو این کشور تمام نشد؟ چند هزار شهید ما داریم، هزاران نفر در مبارزه میکنن، مرزی هم که قاچاق و مواد مخدر از اون صورت میگیره مرز معین است، چرا این از بین نمیره؟ این حتما دست دولتی ها در این کار است و یه شجاعتی میخواد که این دست ها را قطع کنه که مسئله به صورت ریشه‌ای حل بشه. لذا قطع ارتباط این قدرت با مفاسد مسئله مهمی است، واقعا مهمه. یعنی ببینید، من که نمیخوام برای انتخابات یه اخبار بزنم، 3-4 میلیون معتادی که الان خودشون و خانواده هاشون دارن از بین میرن به خاطر ملاحظه کاری با یه عده‌ای ما باید بذاریم این حادثه اینطور ادامه پیدا بکنه. ایشون میدونین دیگه، سردار محسن رضایی بودن. قطع ارتباط قدرت سیاسی با مواد مخدر میگن راهش. شوخی میفرمایند سردار محسن رضایی از فرماندهان ارشد سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس. شوخی میکنه واقعا. ببینین این عکس، این مال 18 اسفند 94 همین محسن رضایی که همین حرفا رو داشت میزد اینجاها. رفته کجا؟ سردار غلامرضا باغبانی مریض شده، سردار محسن رضایی رفته عیادتش یه سال و نیم پیش. این غلامرضا باغبانی کیه؟ در اسفند 90 وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در قاچاق مواد مخدر دست دارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا سردار غلامرضا باغبانی را معرفی کرده که از افسران ارشد نیروی قدس سپاه و فرمانده فعلی نیروی قدس در استان سیستان و بلوچستان است. باغبانی به قاچاقچیان مواد مخدر اجازه داده در قبال کمک این قاچاقچیان به نیروی قدس محموله‌های خود را با استفاده از خاک ایران به دیگر نقاط جهان برسانند. قاچاقچی‌های افغان در برابر اجازه صدور محموله از طریق خاک ایران، بار اسلحه و مهمات سپاه پاسداران را از جانب سردار باغبانی به نیروهای طالبان تحویل دادند. باغبانی هم قاچاق مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید هروئین را در طول مرزهای ایران برای قاچاقچیان تسهیل کرده و به قاچاقچی‌ها در ارسال بار تریاک به درون مرزهای ایران کمک کرده است. من میخوام از همین اول این حقه بازی های مسئولان جمهوری اسلامی رو به طور کلی در برخورد با قاچاق از جمله قاچاق مواد مخدر خدمتتون عرض کنم. نمونه‌ش این همین شخص محسن رضایی سردار مورد اعتماد رهبر و کل نظام میاد میگه باید فلان بهمان اینا، بعد خودش دستش با باغبانی که الان دیگه براتون مستند کردم. بله، غلامرضا باغبانی اهل زابل، خود زابلی است. اولین فرد بومی از سپاه استان است که بنا به شایستگی ها و لیاقت های خدمتی خود مفتخر به اخذ درجه سرداری شده. ایشان در طول خدمت خود بارها مورد تشویق و ترغیب دفتر مقام معظم رهبری قرار گرفته اند. ببینین، این که سردار محسن رضایی میگه یه مرز داریم برای وارد کردن مواد مخدر از افغانستان، درست میگه. مرز میرجاوه مرز اصلی است و کل مرز مشترک ایران و افغانستان و پاکستان که دست سپاهه. و همین باغبانی که عکسش رو دیدین و هم قطاراش از جمله قاسم سلیمانی این کارو میکنن، مال امروز و دیروزم نیست. از این منطقه سپاه تونسته دست کم از سال 1368 درست بعد از جنگ تا امروز واردات قاچاق تریاک از افغانستان سازمان بده. با پایان یافتن جنگ در 1367 لشکر 41 سارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشرار قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر شد که از مرزهای شرقی کشور هدایت می‌شدند، همون جایی که محسن رضایی میگه. قاسم سلیمانی تا هنگام انتصاب به فرماندهی سپاه قدس این سمت را عهده‌دار بود، یعنی تا سال 76. تو این مدت یک بار من درباره سید حسن هاشمی نسب تو همین برنامه اسناد قاچاق مواد مخدر توسط او که از فرماندهی سپاه هست بود گفتم، میخوام مختصرش رو تو همین برنامه بگم که کسانی که نشنیدن ندیدن احیانا حتما در پیوند با فرماندهان قاچاقچی سپاه این رو هم لحاظ کنن به قول اصلاح طلبای جمهوری اسلامی. چی شد تو این مدت؟ ببینین، عرض داشتم میکردم که قاسم سلیمانی تا سال 76 که شد سپاه فرمانده سپاه قدس مسئول درگیری با اشرار قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر شده، اون ماموریتش این بود به هر حال. بعد افرادی که باش کار میکردن در لشکر 41 سارالله در جنگ ایران و عراق، اینا رو معاوناش و اینا رو تو همین به اصطلاح جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر آورد گذاشت در سر کار. حالا تو هر منطقه سید حسن هاشمی نسب یکی از این فرمانده ها بود که میشه مسئول مبارزه با مواد مخدر در سیرجان، منطقه سیرجان و بعد بم. هاشمی نسب کیه؟ سید حسن هاشمی نسب فرزند شناسنامه شو ببینید دیگه، فرزند سید جلال، شماره شناسنامه 10، تاریخ تولد کارت بیمش جانبازی، تاریخ تولد 1344، جانباز 55%، شهرستان انار، استان یزد. هاشمی نسب وقتی که میشه معاون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در بم،
یعنی میشه معاون حاج قاسم سلیمانی تو منطقه سیرجان و بم و اطراف در مبارزه با اشرار قاچاقچی و ضبط مواد مخدر قاچاق و اینا، یعنی همون منطقه ای که کی کار میکرده توش؟ همین سردار غلامرضا باغبانی داره توش با قاچاقچی های طالبان کار میکنه تو همون منطقه. این مثلث سلیمانی باغبانی هاشمی نسب مهمترین هدایت کننده و هماهنگ کننده سپاه در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران هم. تا زمانی که هاشمی نسب، چون پیش خیلی از اطرافیاش لو رفته بود و تبدیل شدنش به مهره سوخته واسه سپاه باعث شد که از گردون خارج بشه، تا زمانی که از گردون خارج نشده بود که حالا بعد خواهم گفت، هاشم نسب سال 1175 در حالی که زن داشت از همون زادگاه شهرستان انار تو استان یزد و همچنان به عنوان سردار سپاه داشت مثلا با قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق مرکزی و شرق کشور مبارزه میکرد، با خانواده ای آشنا میشه در جیرفت که همهشون قاچاقچیان اینا. از اون خانواده یه زن میگیره که زن دومش میشه، زن اول هم داشته، زنه رو برمیداره میبره یزد، زن دومو. این عکس خودش، عکس زنش نیست، عکس همین هاشمی نسبه. زنه رو برمیداره میبره یزد، چهارراه موزاییک سازی محله پایین یزدی، خونه اجاره میکنن و روابط در واقع تکخوریشون رو با قاچاقچی ها تو شهرهای مختلف شروع میکنن و همین تکخوری بعد هم باعث میشه لو بره، لوش بدن. یعنی مواد رو از دهبکری بم میبره ارومیه که از اونجا بره اروپا. یه همدستی داره به اسم حاجی عبدالله سالادی از پولدارای جیرفت که قرار بود همین شخص عبدالله سالاری تو انتخابات دور هشتم مجلس هم شرکت کنه که مثلا اونا نماینده جیرفت، که نشد نه، چون من به صلاحیت اینا نرسید، چون دستگیر شد با هاشمی نسب. حالا عرض کردم میگم. ببینین همدستی هاشمی نسب با یدالله سالاری اینجوری بوده که ماشین نیسان رونیز و کرمان هاشمی نسب تحویل حاجی یدالله سالاری میده و چند روز بعد میره از دهبکری تحویل میگیره. دهبکری 5 کیلومتری بم تو راه جیرفت، فاصله زیادی نداره. تو اون چند روز یدالله سالاری فرصت میکنه که انتقال مواد مخدر تو ماشین و جاسازیشو انجام بده. بعد هاشمی نسب با زنش، همین زن دومش و کارت پاسداریش و جانبازیش به شغل شریف ادامه میده. اینا رو برام داره توضیح میکنه و با پولش کلی زمین و خونه تو یزد میخره و همه رو به اسم همین زنه میکنه تا سال 85 که تو راه شیراز داشتن با هم خانوادگی میرفتن با دو تا بچه، ماشین کله میشه و زن دوم و دو تا از بچه هاش میمیرن. زنه که میمیره کل روابط سردار سید هاشمی نسب با خانواده زنه و با باند قاچاقچی ها از اون طریق قطع میشه و سعی میکنه با خود یدالله سالاری شغل شریف رو ادامه بده تا اینکه به فاصله کمی یکی از تو خودشون که قبلا باشون کار میکرد و اینا کنارش گذاشته بودن و پولشون نداده بودن اینا، بذارین من جزئیاتو نگم که لو میره که این اطلاعات کی به من داده، به هر حال این آدم میره لوشون میده. هاشمی نسب و تو پلیس راه اردکان با کلی مواد مخدر قاچاق که یه قلمش 185 کیلو مورفین بود دستگیر میکنن، میندازنش زندان. اونم فوری یدالله سالاری رو لو میده، یا همه چی دستمونه، من جانباز سپاه هم فلانم و این گریه هایی که میکنم. دو بار پروندهشون رسیدگی میشه، هر دو بار دادسرای نظامی یزد حکم اعدام میده. در مجموع اما سید هاشمی نسب و سالاری حدودا شیش ماه زندان بودن. بعد با کمک شهید الله دادی که فرمانده تیپ یزد بود و از دوستان حاج قاسم سلیمانی آزاد می شوند. ضمناً سید هاشمی نسب 7 سال معاون حاج قاسم سلیمانی در لشکر سارالله بوده.
از موقعی که میافتن زندان یز سفارش ها از مرکز فوری شروع میشه و انداختن زندان این بابا و فلان بگه همچین روابطی. حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور و رئیس فعلی دیوان عدالت اداری، ایشون و حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و برادرش حاج سهراب سلیمانی که رئیس سازمان زندانی استان تهران بود الان معاون امنیتی و انتظامی سازمان زندان هاست، اینا پرونده رو میارن تهران میدن به حجت الاسلام رمضانی که ترتیب بستن پرونده رو بده. رمضانی اون موقع رئیس حفاظت اطلاعات سپاه بود، از سال 90 با حکم امام خامنه ای شد رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، الان هم هست. رمضانی اصلا پرونده رو مسدود میکنه، آدم گردن کلفته دیگه تو فقط یه قلم پرونده مسدود شده، فقط یه قلم. بیش از 370 کیلو تریاک و 185 کیلو مورفین. حکم دادگاه، حکم نهایی دادگاه رو ببینین که همینم البته اجرا نشد، گفتم 6 ماه زندان موندن. دادگاه عمومی و انقلابی است. به دلیل سابقه خدمت در جبهه جنگ حق علیه باطل و جانباز 55 درصدی در مورد حمله 374 کیلو تریاک و 185 کیلوگرم مورفین با احراز قصد عدم توزیع یا فروش در داخل کشور با عنایت به اینکه مقصد تحویل مواد در ارومیه و نهایتاً خارج از کشور بوده است به 15 سال حبس محکوم می شود، که عرض کردم 6 بیشتر نبودن آزاد. ببخشید. سردار سید حسن هاشمی نسب الان در اون حدی که من میدونم یه خونه بزرگ تو مشهد داره، دو تا ویلا تو انزلی داره، یه آپارتمان 150 متری تو خیابون دولت تهران داره، 3 خونه تو یزد داره که تو یکیش زندگی میکنه، تو بهترین محله یزد، صفاییه یزد، یا خوب میدونن خیابون عدالت، عدالت 1، توی خونه 1000 متری داره زندگی میکنه. 374 کیلو تریاک داشته، 185 کیلو مورفین. سردار سید حسن هاشمی نسب معاون قاسم سلیمانی، سردار قاسم سلیمانی در لشکر سارالله، اون وقت آمار اعدامی های مواد مخدر رو ببین. بیش از 5300 نفر به دلیل حمل مواد مخدر زیر حکم اعدامن. حمل مواد مخدر یعنی چی؟ یعنی حمل بیش از 5 کیلو حشیش، علف، تریاک، حکمش اعدام، و بیش از 30 گرم هروئین، مورفین، کوکائین و مشتقاتش ها طبق قانون. این قانون البته این احکام تغییراتی کرده، آمار اعدام‌ها رو آورده پایین. با این وجود همین پارسال بیش از 250 نفر به اسم قاچاقچی مواد مخدر، به اسم حمل مواد مخدر اعدام شد. بزیز تی چهارزار زیارتخ بود بمونه امزاد جوازه تو هم بولو نبود ندادم خوردنش رم دولت بعدش اونهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح میدن، اینها از اسلام اطلاع ندارن. اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نساختن، نمیفهمن چه میگن. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد. لیکن یک قدری باید تعمل کنید، به این نغمه های باطل گوش نکنید. اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. اونها شما را میخوان دلسرد کنن از اسلام. اسلام پشتیبان شماست. شما به معنویات احتیاج دارید،
معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میگیم. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. آمار هفتم شهریور 97 به نقل از محمد رضا بادامچی رئیس فراکسیون کار مجلس. اکنون یک نفر از شش نفر در جامعه ایرانی کار می کنند. قریب به 20 میلیون نفر جوانان 15 تا 29 ساله کشور بیکارند. کشور 80 میلیونی در مجموع، یعنی سال خورده و از کار افتاده و بچه و جوون و نوجوون، همه از اینا چند میلیونشون جوان زیر 30 سالن، 20 میلیونشون بیکارن. راجب زده بودیم تکنیسیان فنی میخواییم مزامتو شدم، دنبال کار دارم میگردم. فقط تنها چیزی که من الان تو این زمان خوشحال میکنه فقط یه شغله، یه سورپرایز واقعیه. بتونم یه شب بدون قرض سرام بذارم زمین. خونه نداریم، دوست داریم خونه دار بشیم. میخوام یه خونه بخرم. خب با این میشه بخرید؟ خیلی وقتی که ماشین میخوام بخرم نمیتونم حقیقت بخرم. فعلا یه 111 بگیریم. من وانت ندارم. حالا خودم نیست. خدا یه ماشین بهم بده باش کار کنم. من الان یه دختر دم وقت دارم. الان برای دخترم میخوام سیسمونی بگیرم. 4-5 برج عقدش کرد. اونا میگه مثلا عروسی میخوام، جایزه نمیتونم بدم. تو هر چی دست میذاریم میبینیم دو برابر سه برابر قیمتش رفته بالا. دور بر 70-80 میلیون پول جایزه‌اش میشه. من به خدا 10 میلیون ندارم تو زندگی. یه شو 4 تا دفندار من حقوق میدم. اونم سر موقع نمیدن. دهم، 15م. ماه تو باید میوه نمیتونیم بخره. اینقدر مشکلات دارم که ایمونم اگر مملکت برای این مردم دولت و رهبر نداره. دولت و رهبر و کل سیستم برای نوکیسه های قاچاقچی سپاه و نوچه هاشونه مملکت رو دست بگیرن، برای سازماندهی و ساماندهی فحشا و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و هر جنایت دیگه ای علیه بشریت، فقط برای حفظ این اوضاع، حفظ این وضع. و این وضع رو جمهوری اسلامی 40 سالی که میخواد تو کشورهای دیگه هم حاکم کنه. جنگ ایران و عراق راه انداخت، نتونست به این هدف برسه. شروع کرد به بحران درست کردن. تو 5 قاره جهان هزینه هنگفت این دخالتش هم از قاچاق مواد مخدر در میاره. اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در فوریه 2016، دو سال پیش، در اطلاعیه اعلام کرد رد قاچاق مواد مخدر و پولشویی در جهان را با همکاری 7 کشور اروپایی کشف کرده. حزب الله لبنان درآمد حاصل از طریق قاچاق مواد مخدر و پولشویی در این کشورها را برای جنگ به سوریه می‌فرستد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که چند عضو حزب الله لبنان به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در آمریکا و اروپا دستگیر شدند. این افراد میلیون‌ها دلار حاصل از فروش این مواد مخدر را برای خرید سلاح در جنگ سوریه هزینه می‌کردند. بعد جاهای دیگه شبکه مواد مخدر حزب الله لبنان در آفریقا کشف شد، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، در واقع شبکه قاچاق جمهوری اسلامی. مجله نیوزویک نوشت در حالی که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آمریکا درباره برجام بود، حزب الله لبنان میلیون ها دلار کوکائین وارد آمریکا کرد تا با فروش آن پول فعالیت های تروریستی در منطقه به ویژه سوریه را تأمین کند. متوجه شدین که همون موقع گزارشی تو وبسایت پولیتیکو در آمریکا منتشر شد که نوشت ماموران ویژه مبارزه با مواد مخدر با کمک شاهدان عینی این فعالیت ها را به درونی ترین حلقه های حزب الله لبنان و کشور حامی آن ایران ارتباط می دهند. ببینین چقدر
ارتباط جمهوری اسلامی با تروریسم بین المللی محکمه و عرض کردم پایه خرجی هم که براشون میکنه از قبل قاچاق مواد مخدره. همین دو سال پیش یه اتفاقی افتاد تو بلوچستان پاکستان. ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان، رهبر وقت طالبان، چون کشته شد تو بلوچستان پاکستان کشته شد. یعنی این ملا منصور بعد از ملا عمر بود که این ملا منصور هم کشته شد که الان یکی دیگه از رهبرش. در جریان اولین عملیات هواپیمای بدون سرنشین آمریکا تو بلوچستان پاکستان، 5 اوت 2017، یعنی درست یک سال پیش، یعنی و درست یک سال بعد از کشته شدن ملا منصور رهبر وقت طالبان، دقت بفرمایید، نیویورک تایمز نوشت ملا منصور از ایران برمیگشته از مرز بلوچستان که رادارهای آمریکا او را دنبال میکنند و خودرو حامل او را هدف قرار میدهند. طبق این گزارش نیویورک تایم، گزارش مفصلی هم است، رهبر طالبان رفته بود ایران برای مذاکره با مسئولان اطلاعاتی جمهوری اسلامی و از طریق اونا مذاکره با مسئولان اطلاعاتی روسیه. ملا منصور از زمان حکومت طالبان در افغانستان، یعنی از 20 سال، من دارم گزارش نیویورک تایمز براتون عرض میکنم، از زمان حکومت طالبان در افغانستان، یعنی از 20 سال پیش، با جمهوری اسلامی رابطه داشته و دست کم 2 بار به ایران سفر کرده، 13 بار به دبی سفر کرده و 1 بار به بحرین. اینو از طریق چک کردن گذرنامه هاش دریافتن. مقامات رسمی افغانستان میگن هدف از این سفرها ارتباط با ایران برای تأمین منافع دو جانبه بوده، هم برای جمهوری اسلامی هم برای طالبان، تا از قبل تریاک پول و اسلحه تأمین کنن. مقامات افغانستان میگویند ما مرزهای غربیمونو برای جلوگیری از قاچاق تریاک به ایران میبندیم، اما طالبان و سپاه پاسداران برای ترانزیت مواد مخدر منافع مشترک دارن. به گفته مقامات افغانستان، روسیه نقش حفاظت کننده درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را دارد که به دست تروریستا در خاورمیانه و آفریقا برسد. بذارین یکی دو نقل قول دیگه بکنم و بعد بریم قسمت بعد برنامه. پیگیری های ناتو نشان داد که سپاه پاسداران خود به تنهایی بزرگترین خریدار تریاک افغانستان است و با استفاده از 2 شبکه بزرگ قاچاق زمینی و هوایی درآمدهای میلیاردی کسب می کند. 2 لابراتوار مجهز برای تولید هروئین در گناباد، آزادشهر و گنبد کاووس ایجاد کرده و مواد مخدر را از طریق خراسان به تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قبرس، بخارست، مجارستان و سپس به غرب اروپا و در مسیر دیگری به فیلیپین، مالزی و چین منتقل می کند. اسناد ناتو نشان می‌دهد که در سال 2006، یعنی 12 سال پیش، سپاه محموله‌های مواد مخدر تا 500 کیلوگرم را از طریق هوایی، یعنی بیشتر از طریق هواپیمایی ماهان که تحریم از در سیاست بین الملل و اولم آمریکا تحریمش کرد، از طریق هواپیمایی ماهان که یه بار شاید مفصل درباره‌اش بگیم، هواپیمایی ماهان مال جناب آقای مرعشی، حزب کارگزاران، پدرزن، ببخشید، برادرزن هاشمی رفسنجانی عفت خانوم، ماهان به دلیل استفاده در قاچاق مواد مخدر و انتقال سلاح به تروریست ها تحریم شد چند سال پیش. خب سپاه محموله های مواد مخدر تا 500 کیلوگرم را از طریق هوایی و تا مرز 4 تن را از طریق زمینی به اروپا منتقل کرده و در سال 2010، 8 سال پیش، با یک رکورد عجیب بیش از 19 تن مواد مخدر را به اتحادیه اروپا منتقل کرده که سودی بالغ بر 4.5 میلیارد دلار از آن کسب کرده است.
قاچاق مواد مخدر در ایران جزء اقتصاد نظام مقدسه. یعنی وقتی حاکمان میخوان نماینده مجلس میخواد، وقتی فرمانده سپاه میخواد، وقتی از اطلاعات بیت رهبر میخواد، اینا وقتی چرخه اصلی قاچاق مواد مخدر دستشونه، هر کاری میتونن بکنن از این طریق، چون همشون در این کسب درآمد، این شغل شریف سهیمن. درآمد رصد شده شون سالی 1 میلیارد دلار از قاچاق مواد مخدره. یعنی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی به قاچاق مواد مخدر گره خورده. بنابراین اگه صحبت از قاچاق میشه، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق فلان، اینا همیشه مواد مخدر هم به عنوان بخشی از اقتصاد قاچاقی جمهوری اسلامی در نظر داشته باشید. از رهبر انقلاب گرفته دولت، نمایندگان، نهادها در امر مبارزه با قاچاق صحبت میکنن، دستور میدن، جلسه میذارن، بله، از قاچاق خودروهای وارداتی گرفته تا قاچاق دارو و قاچاق ارز و طلا و قاچاق مواد مخدر. ششم اردیبهشت 94، رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید 3 میلیارد دلار از طریق مواد مخدر وارد عرصه اقتصادی کشور شده است. در 3 ماه اخیر با کیسی مواجه شدیم که فردی 35 ساله با 5 کلاس سواد در عرض 2 سال 200 تن مواد مخدر جابجا کرده. در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد دلار وارد کشور کردند. ما در یکی از جزایر 9570 شرکت داریم که 2814 شرکت، نزدیک 3000 شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده. همچنین کد پستی 99% شرکت های ثبت شده در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده معادل 20 میلیارد دلار مالیاتی که باید کشور بگیرد نتوانست انجام شود. البته این ربطی به مالیات و اینا نداره. اینجا همون جاهاست که قاچاق مواد مخدر انجام میشه و میگذره و دوباره یه راه دیگه پیدا میکنه، یه حفره دیگه به هر حال به هم دیگه پاس میدن. مثلا میگه فردی 35 ساله با 5 کلاس سواد در عرض 2 سال 200 تن مواد مخدر جابجا کرده. از کجا میاد این؟ مثلا کی پشتشه؟ مثلا بابک زنجانی که میگفتین تنهایی نمیم یه قرون 2000 رو خورده و در حالی که 4 تا وزیر دولت پشتش بودن، رئیس کل بانک مرکزی دولش دو پشتش بود، مشتبه خامنه ای از بیت پشتش بود، همه اینا میگفتن باید اینجوری دور بزنیم. اینم تنها بوده دیگه. 200 تن مواد مخدر رو در عرض 2 ماه یه آدم یه 5 کلاس سوادتون از جا به جا بکن. باری اینا رو میگن، میان میگن، مثلا رحمانی فضلی میاد اینو میگه که به مردم بگن که ما مثل خودتون مخالف این قاچاقچیایی از خدا بی خبریم. خب حالا میایم اعلام میکنیم، اینا رو میگیریم، در مبارزه با مفسدان امام خامنه ای فرمودن هیچ ملاحظه ای نکنین و دادستان کل کشور هم میاد میگه دادستان های مناطق با اطلاع رسانی مبارزه جدی با فساد، یعنی اطلاع رسانی کنین که ما چجوری داریم مبارزه جدی با فساد میکنیم.
به مردم امید ببخشند. قوه قضاییه با فاسد و مفسد چه دانه درشت و چه دانه ریز برخورد میکند. ولی چند تا آدم ناباب هست، اینا رو میگیریم تنبیه میکنیم و از درست میشه. صادق لاریجانی میگه ما میزنیم اعدام میکنیم، خط قرمز نداریم، فلان میسه، همیشه که این حرف ها میزه. این وضع درست نمیشه. همه تون دروغ میگی، همه تون با همین. فقط دو نمونه بگم. 27 مرداد 97 شهر ری، اقلامی که احتکار شده بوده در اونجاها برنج بوده که 8700 تن، عدس 810 تن، زردچوبه 106 تن، چای 150 تن، 3460 تن، ببخشید 3460 پالت چوب MDF و 60000 حلقه لاستیک و 220 هزار رینگ بوده که ارزش اینها 320 میلیارد تومان بوده. کی میتونه 320 میلیارد تومان داشته باشه که تازه پول دلال و دوروریا و اینا رو هم بده؟ فقط 320 میلیارد تومان بر جنس داشته باشه. کی میتونه؟ هدف از مثلا پخش این گزارش ها این نیست که از سیمای ملی که ما داریم با مفسدان مبارزه میکنیم، فقط هدف این نیست. کیان این آدم ها که 320 میلیارد تومان جنس رو تو انبار میتونن قایم کنن؟ خودروی را گمرک بدون مجوز، امروز هم تو جلسه اشاره کردم، ثبت سفارش ترخیص نمیتونه بکنه چون سیستم بهش اجازه نمیده. با تکذیب گمرک ماجرا مدتی با سکوت همراه شد، اما اوایل سال جدید دفتر جرایم سازمان یافته گمرک ایران واردات 6481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی قاچاق اعلام کرد. مگه میشه شما هزاران دستگاه خودروی خارجی با قیمت بالا وارد بکنید لکن شبکه‌ای نباشه؟ یعنی شبکه معنیش اینه که ریشه های میدونن در بخش های مختلف و متاسفانه با دونی که میریزن برای اشخاص و با پول هایی که خرج میکنن و هزینه هایی که میکنن، بالاخره تو هر بدنه هر بخشی ممکنه که افراد ناصالح و ناسالمی هم باشن. آقای دادستان کل کشور بودن، میگن مگه میشه؟ نه نمیشه، قطعا تنهایی نمیشه. ولی میاد اینو میگه، یعنی میگه ما هم دردمندیم، ما هم دنبال دوز میگردیم. بعد وقتی یه تیکه میندازه که خودشو لو میده، میگه میدونیم که فقط تو بدنه دستگاه حکومتی هستن کسایی که براشون دون میپاشن میخرنشون، وگرنه مدیرها امکان نداره. بابا مدیر خود اصل جنسن، کسی لازم نیست بخرتشون. هیچ کس نمیگه اینا کیان، همون بدنه ای هم که میگه هیچکی نمیگه اینا کیان. این همه اعتراف آبکی گرفتین، اعتراف با شکنجه گرفتین از سیاسی ها و اووردین و از فعالان مدنی، از بیگناهان مطلق اووردین تلویزیون نشون دادین، آبروی خودتون رو بردین، یک بار آوردین یکی از این مثلا مفسدان کلان اقتصادی رو بیاد بشینه درست درباره جزئیات افراد آدم ها صحبت کنی. یک نفر رو شما داشتین دادگاهش رو پخش میکردین، مهافرید امیر خسروی که در جلسه 17 همه دادگاه بود فکر میکنم، وقتی که گفت که من در جلسه آینده میام اسامی افرادی رو که افراد بانفوذی رو که در این اختلاس در این با من همکاری کردن و شما میگین اختلاس بوده، میام اسامی همه رو میگم، فرداش اعدامش کردیم. یک بار این اتفاق افتاد که خاموش کردیم. هیچ کی نمیگه اینا کیان، کیا احتکار میکنن. بذارین یه مثال بزنم ماجرا دستون میاد. صرافی تحت مدیریت بانک انصار که بیش از 60% سهامش متعلق به شرکت های سپاه و 10% متعلق به صندوق صدا و سیماست، از طریق همکاری با شبکه‌ای از صرافی‌ها عامل اصلی افزایش نرخ ارز طی 4 ماه گذشته بوده. به گزارش روزنامه سازندگی این صرافی که ارز صنایع پتروشیمی و ارز سایر صادرکنندگان غیر نفتی وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت سپاه را در اختیار گرفته، با قیمت‌سازی و احتکار در سایه سکوت دولتی‌ها و به کمک شبکه‌ای از صرافی‌ها بیش از 26
هزار میلیارد تومان سود ناشی از بالا بردن قیمت دلار و درهم طی 4 ماه گذشته کسب کرده. فقط سود 26 هزار میلیارد تومان. در شرایطی که جهش ارز کشور و اقتصاد را به هم ریخته، این صرافی بیش از 5.5 میلیارد یورو در دبی ذخیره کرده و منتظر بالا رفتن بیشتر قیمت است. صرافی سپاه. این فقط یه طرف قضیه است. تو اوضاع بحرانی و بچاپ بچاپ حکومت یا هر جناحی تقصیر فقیرتر شدن مداوم مردم رو میندازه گردن اون یکی. دولت سپاه رو افشا میکنه، سپاه دولت و کارگزاران و قوه قضاییه هم همیشه از بیت و سپاه محافظت کرده. این بار هم اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا میاد درباره بالا رفتن قیمت ارز و سکه. ببینید چی میگه. میگه بانک مرکزی مقصره. بعد ببینید چی میگه. در سال 90 91 92 که همین موضوع پیش اومد، اون موقع هم افرادی دستگیر شدن، از جمله یک کسی که تو همین کیس هم الان دوباره دستگیر شده و همون کسی است که نیروی انتظامی گفت که آقا ایشون 2 تن مثلا سکه، چون ایشون اون زمان حکم علیهش صادر شده، من عرض میکنم، یعنی حکم صادر شده، یعنی نه که علیهش، حکم صادر شده نسبت به ایشون در سال 91-92 به اعتبار اون پرونده من اسم میبرم و الا در مورد این پرونده ممکنه مورد اشکال قرار بگیرم، به نام حمید مظلومین و پسرش محمد رضا مظلومین، هر دو اون موقع دستگیر شده بودن. خب همون موقع که دستگیر شدن، اون موقع هم در خرید و فروش عمده بسیار بالای ارز و سکه اینا نقش داشتن و بانک مرکزی و بعضی از وزارتخونه ها در اون زمان اومدن رسما به صورت کتبی به دادسرا و بعد نهایتا به دادگاه اعلام کردن که آنها با ما بودن، هماهنگی با ما بودن، درخواست آزادیشو کردن. نماینده بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی رسما اومدن در دادگاه و گفتن بله اینا با هماهنگی ما بوده، با نظر ما بوده، ما به اینا گفتیم این کارو بکنن، ما این دلار رو در اختیار اینا قرار دادیم. خب اینا همین کسانی هستن که بعضشون تو این قضیه هم الان دستگیر شدن. پدر بازداشته، پسر با وثیقه آزاد. ببینید این مال یه ماه و نیم پیشه. چی شد؟ نتیجه چی شد؟ اصلا گیریم فقط همین که تو میگی درسته. آیا اجایی کی آوردین به مردم معرفی کردین به عنوان سردسته بحران ارزی فعلی؟ چون وجود نداره یک نفر، همتون یا همین که این ساختار رو دارین میچرخونین، بانک مرکزی یعنی دولت یعنی حکومت، خودتون احتکار میکنین، خودتون قیمت رو بالا میبرین، بعد دوباره میارین تو بازار میفروشین، به کی؟ به مردم. بعد قوه قضاییه و رهبرش دنبال 2 زن مفسد اقتصادی. ببینین رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد 18 هزار انبار و سردخانه در سالهای گذشته توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت عنوان سامانه اعلام موجودی شناسایی شده بود که همه آنها مربوط به کالاهای تعریف شده بودند. اما آنچه اکنون سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت بر روی آن کار کرده، شناسایی 510 هزار انبار است که حداقل زن قاچاق به آن وارد است. ببینید در مورد قاچاق دارو بزنید یک نمونه ببینین که چه کسایی توش دست دارن. درباره احتکار باید یک برنامه مفصلی بذاریم. حالا شما درباره قاچاق دارو ببینین برمیگردیم. جزئیات احتکار دارو توسط دختر خانم یکی از وزرای سابق دولت 11. خبر رسیده که یه انباری پر دارو مثلا به ارزش 5-6 میلیارد تومان، هم 5 میلیارده که سیستان بلوچستان میخواد، 5-6 میلیارد تومان پیدا شد. خب این کشف شده. این که کل خانواده وزیر محترم سابق دولت 11 کاملا با تخلف این شرکت رو ثبت کردن و همشون حق امضا داشتن، حتی داداش کوچیکه 12 ساله بماند. این که اساساً حدود 350 میلیارد تومان بدهی داره همین الان این شرکت،
و تو خبرها اومده بماند. با اینا اصلا کاری ندارم. با چیزی که کار دارم اینه که خیلی تکان دهنده است. اکثر این داروها تاریخ گذشته بودن و قرار بوده که در بازار با قیمت بالاتری در واقع به فروش برسن. یعنی شما فکر بکنیم که دیگه واقعا بازی با جون مردمه دیگه. به کجا میرسیم و چی میشه که رسماً برای منفعت خودمون با جون مردم هم میتونیم بازی کنیم؟ خیلی تلخه. یعنی اصلا نمیدونم واقعا چی بگم. فقط یاد ماجرای میفتم که دختر خانم وزیر سابق آموزش پرورش هم که مناظرات میگفتن که فقط 200 میلیون تومان لباس وارد کردم. من به نظرم دختر خانم وزرا یه ذره الان مشکل کار دارن. باید به فکر کار دختر خانم های وزرا هم باشیم، چون اینجوری پیش بره یهو اتفاقات فجیع تری ممکنه بیفته.